در سال 2 بیانیه مشترک هم منتشر شد از طرف شوراهای صنفی دانشجویان کشور به مناسبت پایان سال. در این بیانیه با اشاره به اینکه در اثر فشار سیاست‌گذاری‌های ناعادلانه و محروم کننده، گروه‌های محروم، زنان و ساکنین شهرهای پیرامونی هر روز بیشتر امکان ورود به دانشگاه‌ها را از دست می‌دهند. تصریح شد که دانشگاه‌ها با سرعت به سمت تشدید و تعمیق پولی‌سازی در حرکتند. بر اساس این بیانیه، درصد آموزش رایگان سقوط کرده به حدود 7% در کل کشور. بیانیه مواردی از سیاست‌های حاکمیتی در دانشگاه‌ها را متذکر میشه. تشدید بومی‌گزینی، افزایش صندلی‌های پولی و کاهش ظرفیت رایگان دانشگاه، اعمال محدودیت‌ها و حذف برخی رشته‌ها در جهت همگام‌سازی دانشگاه‌ها با بازار، واگذاری و اجاره فضاهای دانشگاهی به بخش خصوصی و در نتیجه کاهش حق استفاده دانشجو از فضاهای مسکونی، ورزشی و تفریحی، افزایش انفجارآمیز هزینه‌های رفاهی و طرح هدایت تحصیلی که شامل تبعیض علیه زنان هم میشه، همینطور پولی کردن خدمات مختلف دانشگاهی مثل اجبار به پرداخت پول به ازای هر واحد درسی افتاده، تا مسببهایی مثل حذف یارانه از غذای دانشجویی و کیف پول الکترونیک دانشجو. شوراهای صنفی دانشجویان کشور انحلال تام و تمام دانشگاه در بازار و محرومسازی اخشار فرودست و تبعیض علیه زنان در آموزش رو نتیجه سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته می‌دونه و میگه ما و تمام دانشجویان و اخشار آگاه در تمام این سال‌ها در مقابل این هجمه‌ها مقاومت کردیم. صدای خود را در دفاع از ساحت آموزش و دانشگاه با ابزارهای مختلف به گوش مسئولین امر رسانده ایم. نشریات، نامه‌ها، بیانیه ها، تجمعات علیه تبعیض‌های جنسیتی و قوانین سنوات، ولی متولیان آموزش پاسخی منطقی برای مطالبات و اعتراضات به حق ما نداشته و ندارد، چرا که بهتر از هر کس می دانند که سیاست‌هایشان خلاف قانون اساسی کشور و ضد گروه‌های حاشیه‌ای و محروم جامعه است و قابلیت دفاع ندارد. اما مسئله بدینجا ختم نمی شود. آنان گویی نه تنها نمی خواهند این مطالبات را بشنوند، بلکه به زعم خود با مدد گرفتن از نهادهای امنیتی داخل و بیرون دانشگاه می توانند خدشه در مقاومت دانشجویان علیه این سیاست شوم ایجاد کنند. در آخرین نمونه، فشارهای امنیتی و انضباطی می توان به احضار و برخورد گسترده فعالان صنفی در دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت، صنعتی نوشیروانی، تحصیلات تکمیلی کرمان، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و تشدید فضای امنیتی در دانشگاه‌ها اشاره کرد. هرچند در مورد دیگر دانشگاه‌ها و تشکل‌های دانشجویی نیز اخبار ضد و نقیضی به گوش می‌رسد. در پایان بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان کشور گفته ما قاطعانه اعلام می‌داریم همان گونه که تاکنون اجازه موج‌سواری جناحی بر مقاومت‌های دانشجویان در برابر این سیاست‌ها را داده‌ایم، اکنون نیز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اجازه چنین سوء استفاده‌ای را نخواهیم داد. اما به آنان که باید بشنوند هشدار می‌دهیم به بهانه انتخابات ریاست جمهوری نیروهای امنیتی و انضباطی را به میدان مطالبه خواهی دانشجویان وارد نکنیم. ما صراحتاً اعلام می‌داریم مطالبات ما مربوط به یک دولت و مجلس خاص نیست که بخواهد در چنین بزنگاه‌هایی بروز کند، بلکه ما مصرانه و در مقابل هر دولتی خواهان الغای کلیه قوانین تبعیض آمیز و توقف بازارسازی و پولیسازی ساختار آموزشی کشور هستیم.
سیاست گذاران باید خود متوجه باشند که با برخوردهای امنیتی فضا را ملتهب نکنند و هر روی ما از مطالبه خود در دفاع از ساحت آموزش کوتاه نمی‌آییم و در مقابل دخالت‌های بیجای نهادهای امنیتی و انضباطی که بناس برای پیشبرد ساده سیاست‌های غلط سیاستگذاران فضا ایجاد کند سکوت نمی‌کنیم و چنانچه چنین برخوردهای امنیتی و انضباطی ادامه یابد و متولیان آن عقب ننشینند پاسخی جدی برای آن خواهیم داشت.